درود بر بینندگان و شنوندگان این برنامه، آرتمیس علی‌آبادی هستم و این برنامه زرتوش برنامه است از جنبش نوزای ایرانی یا رنسانس ایرانی. در و این برنامه ها در این سلسله برنامه ها کلن ما به هر آن چیزی میپردازیم که به مقوله فرهنگ و زبان و نگاه ایرانی یا زندگی ایرانی میپردازه. این میتونه از باورهای ملی یا باورهای ایرانی ما باشه یا حتی درباره مسائل فرهنگی ما باشه. یکی از مسائلی که در حال حاضر زبان فارسی با اون دست به گریبان هست، وارد شدن بیش از حد واژه‌های بیگانه است. این که ما میگیم واژه‌های بیگانه، با هر نوع واژه‌ای که مهمان یک زبان میشه واژه بیگانه محسوب میشه و خطر از اونجا آغاز میشه که تعداد واژه‌های بیگانه یا مهمان در زبان میزبان به مرور و خزنده انقدر زیاد بشه که بتونه زبان میزبان رو از بین ببره و شکلش رو دگرگون بکنه و دیگه ما دسترسی به واژه‌های اصلی اون زبان رو از دست بدیم. از مسائل بسیار مهمی که درباره هر زبان وجود داره اینه که زبان بخشی از جام فرهنگی یک جامعه است. اگر فرهنگ یک جامعه رو به صورت یک جام در نظر بگیریم که توش عناصر یا بنمایه‌های گوناگون قرار میگیره که اون فرهنگ رو تشکیل میده، زبان یکی از اصلی ترین هاشه، همان گونه که رسوم یا آداب و زندگی مردم اون جامعه یک قسمت مهم از فرهنگ، همان گونه که جشن‌ها و سمی که ما در اون جامعه داریم یک بخش مهم از فرهنگ، افسانه ها و اسطوره ها و داستان هایی که داریم یک قسمت دیگه از فرهنگ. بنابراین زبان و خط هم از عناصر اصلی یک فرهنگ هستن که نباید تهدید بشه. من مهمان امروز برنامه‌ام که درباره در واقع سرگویی و سرنویسی و پالایش زبان فارسی می‌خوام با هم گفتگو بکنیم، خانم دکتر الیکا بقایی هستند که در پیش از این هم با من در برنامه فرهنگ ایران شهری کما بیش بودن و ما از حضورشون استفاده می‌کردیم. درود بر شما خانم دکتر بقایی و پس از مدت‌های طولانی که نبودید خوش آمدید. درود بر شما آرتمیس گرامی و سپاسگزارم. منم خیلی خوشحالم که میتونم در برنامه‌های فرهنگی شما، برنامه‌هایی که واقعا به بازسازی هویت و شکوفایی اون کمک میکنه و شما زحمتش رو میکشین، شرکت کنم و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم با هم. سپاسگزارم ازتون. آرتمیس جان، من می‌خواستم چون به بحث ما مربوط میشه یک شادباش بگم به خاطر بازی‌های فوتبال تیم ملی ایران در جام جهانی، به خاطر اینکه بازی خیلی خوبی رو ارائه دادن. ولی چیزی که این وسط برای امثال ما که علاقمند زبان هستیم و فرهنگ جالب بود، اون تشویق و همدلی بود که مردم همزبان ما در افغانستان و تاجیکستان نسبت به تیم ملی ایران داشتن و این نشون میده که ما علارغم مرزهای سیاسی، علارغم حتی کدورت‌هایی که ممکنه در جریان باشین شما و دوستان، مثلا در حال حاضر با کشور تاجیکستان پیش اومده، ولی همچنان زبان چنانچه گفتین به عنوان یک عنصر مهم فرهنگی باعث پیوند و همدلی های ما شده، جوری که همه میگن برای بازی های ایران مردم تاجیکستان و افغانستان بسیار پرشور به خیابون‌ها، قهوه‌خونه‌ها یا هر جای دیگه می‌ریزن تا مردم ایران بازیکنان تیم ملی رو تشویق کنن و این خیلی جای افتخار داره. درسته، همینطوره. برای اینکه در حوزه بزرگی فرهنگ و در واقع هویت ایرانی، هرچند که الان مرزهای سیاسی متفاوتی قرار داره، ولی کشورها همه با یک ریشه فرهنگی و یک ریشه نیاکانی، در واقع یک ریشه یگانگی حتی نیاکانی ما در اینجا زندگی میکنیم و در نتیجه همه به نوعی عموزاده های همدیگه هستیم و این خیلی مهمه که ما بتونیم این حوزه بزرگ فرهنگ و تمدن ایران رو نگه داریم و حتی نیرومندترش هم بکنیم. خب حالا
خانم دکتر، من زبان میدونم که زبان فارسی، یعنی همه ما میدونیم زبان فارسی زبان بسیار پویایی است، بسیار پیشرفته است و از دید زبانشناسی تاریخی شاید بشه گفت پیشرفته ترین زبان کنونی جهانه و این از اونجاست که زبان با بنمایه فرهنگ همواره آمده و فرهنگی که پویاست زبانش هم پویا و همسنگ و همساز با خودش میاد جلو. زبان فارسی امروزی هم ما میدونیم یک ساختاری داره که حتی با بسیاری دیگر از زبانهای جهان همروزگار نیست. به سخن دیگه میتونیم بگیم که از اون جایی که کاربردهای سرشتین و بنیادینی که در به اصطلاح روزگارها و ساختارهایی که زبان فارسی رو پشت خودش داشته دیر پاس و یک زمان طولانی گذشته که زبان فارسی از اینها عبور کرده و به ما رسیده، میتونیم بگیم که این زبان زبانی است که میتونیم بگیم حتی خیلی باستانی است، برخلاف بسیاری از زبانهای دیگه که میتونه نوتر باشه. بنابراین زبانی که از گزند سالها به ما حفظ شده، نگهداری شده و رسیده، احتمالاً اونقدر نیرومند هست که بتونه با همه ورود واژه‌های نوین، واژه‌های دنیای مدرن و هر اون چیزی که به اصطلاح اختراعات جدیده، کشفیات جدیده که ساخته میشه و مرتب به فرهنگ ما وارد میشه، میتونه خودش رو هماهنگ بکنه و میتونه براش واژه داشته باشه. حالا شما در این باره چی فکر میکنید درباره این زبان و نیرومندی هایی که داره؟ من صدای منو داری؟ بله، آرزو جان صدای من هستش. همونجور که خودتونم گفتین، زبان فارسی تاریخ پر بسامدی رو در یک دوران بسیار طولانی پشت سر گذاشته. خب ما میدونیم که در زمان گویشوری زبان فارسی باستان در زمان هخامنشی ها، این زبان رسمی نبود، یعنی در تمام کشور زبان اداری و رسمی زبان دیگری بود به نام آرامی، در حالی که این زبان در یک منطقه کوچیکی و در واقع نه در حتی در همه ایران صحبت می شد. خب چه چیزی باعث می شد تا این زبان گسترش پیدا بکنه و بین اون همه زبانهایی که گویشورهای خودش رو داشتن یا می تونستن در رقابت زبانی در منطقه پیروز باشن، این زبان جایگاه خودش رو پیدا کردش تا این روز که به ما می رسه؟ یکی از چیزهایی که ما می تونیم بگیم این هستش که گویشورهای این زبان چه کسانی بودن؟ خب گویشورهای این زبان در ابتدا شاید بیشتر در میان درباری ها بودن، شاید در شاهان هخامنشی میدونیم که به زبان فارسی باستان صحبت میکردن، ولی این زبان بیشک قابل فهم برای عموم مردم در منطقه بود. زبانی بودش که وقتی کتیبه ها رو به اون مینوشتند، اون کسانی که اون کتیبه رو میخوندن براشون قابل خانش هم بود، پس مردم اون زبان رو میدونستن. و بعدها زمانی که ما میان به دوره میانه میرسیم، میبینیم که تولیدات این زبان بسیار زیادن، یعنی کتاب هایی که به زبان فارسی میانه تولید میشدن خیلی زیاد بودن. یکی از دلایل بقای یک زبان همیشه تولیدات اون هستش. من میخوام حالا بیام به امروز نگاه بکنم. شما در کشوری مثل تاجیکستان میبینید که زبان فارسی خیلی رقابت پای و پایی داره با زبان مثلا روسی. یکی از دلایل اصلی که برای اون من میتونم ذکر بکنم این هستش که تولیدات به زبان فارسی در این کشور بسیار کم شده، یعنی آموزش به جز خود در رشته‌های زبان عموما با زبان روسی انجام میشه. یکی از دلایل ضعف زبان فارسی است. ترجمه ها بسیار کم هستش، بیشتر کتاب هایی رو که میخوان استفاده بکنن باید ارجاع بدن به کتاب هایی که روسی هستش و در نتیجه نسل جوان، نسل تحصیل کرده که در واقع بقای یک زبان رو تضمین میکنه، زبان اولش میشه زبان روسی. خب فکر کنین که یک زبان بخواد فقط در حد کوچه بازار باشه، مسلما آسیب پذیرتر خواهد بود. اما
نکته ای که باید به اون توجه کرد همسایگی کشورهای فارسی زبانه. خب تاجیکستان کمی از دست کم از ایران که دارای تولیدات زیاده به زبان فارسی هستش دور افتاده، یعنی هم مرز مشترک نداره، ولی با افغانستان مرز مشترک دارن. ولی متاسفانه به خاطر اینکه حتما شما میدونین که با خط متفاوتی به غیر از خط فارسی اونها رو مینویسن، پس برای خیلی از جمعیت تاجیکستان اون خط قابل خوانش نیستش، خط فارسی قابل خوانش نیست. خب پس در نتیجه برای اینکه بخوایم زبان فارسی رو قدرتمند کنیم، ما نیاز به گویشورانی داریم که بتونن زبان فارسی رو بخونن و بتونن تولیداتی رو داشته باشن به زبان فارسی. یکی از چیزهایی که خب به نظر من در سه کشور یا حتی در بین رسانه ها داره ضربه میزنه، حالا نه رسانه مثلا برنامه های مثل شما که بسیار خوب میپردازیم به این هم زبانانمون، ولی در خیلی جاها سعی میکنن که جدایی بندازن بین زبان فارسی یا حتی بخش های جداگانه رو بذارن برای بخش تاجیکی، بخش دری و بخش فارسی. فکر کنین که ما بیان و جمعیت فارسی زبانان رو بشکنیم و سه کشور با سه زبان متفاوت داشته باشیم. و جالب اینه که خیلی از مردم افغانستان، خیلی نه بخشی از مردم افغانستان و بخشی از مردم تاجیکستان خواهان چنین جدایی هستن. چه چیزی میتونه باعث زبانی باعث بقای زبانی بشه که گویشور اون کم هستش و فقط در یک کشور داره صحبت میشه؟ تقریبا هیچی. پس ما باید سعی بکنیم تا تولیدات داشته باشیم که قابل فهم برای هر سه کشورمون بشه، یعنی علاوه بر تولیدات باید قابل فهم باشه، یعنی کسی که مثلا خبرهای رو میخونه در تاجیکستان یا در افغانستان باید بفهمه که کسی که داره، یک گوینده‌ای که داره زبان فارسی رو با مثلا لهجه تهران صحبت میکنه چه چیزی رو میگه. شما نگاه کنید چقدر واژگانی رو ما داریم وارد زبانمون میکنیم. آرتمیس جان حتما شما در این برنامه، میدونم که حتی خودمون پیشتر این بحثا رو داشتیم، چقدر واژگانی رو وارد زبان میکنیم که غیر معمول هستش، یعنی شاید برای خیلی از مردم داخل ایران هم به یک بار تازگی داشته باشه و اونها رو دچار یک شوک کنن که این واژه یعنی چی. خب حالا به ویژه این واژه هایی که از طریق فناوری که به سرعت هم داره میاد و وارد زبان میشه، چقدر این واژه ها دارن جا باز میکنن در زبان دیرپای در واقع پر از قابلیت های گسترش پیدا کردن و پویای زبان فارسی. یعنی ما میان و به جای یک واژه قابل فهم یک واژه هایی رو میگیریم که قابل فهم نیست و جدیده و حتی وام واژگانی رو بدون اینکه اونها رو لباس فارسی به تنشون بکنیم میان وارد زبان فارسی میکنیم و انتظار داریم که مردم همه جا این رو بفهمن. چقدر میتونه زبان رو ضعیف بکنه. از طرف دیگه یکی از چیزهایی که به نظر من میتونه به این زبان فارسی آسیب بزنه این هستش که ما واژه سازی میکنیم و سعی میکنیم اونها رو فارسی بسازیم، ولی همونطور که پیش از برنامه به شما گفتم این واژه سازی های ما فقط گاهی حتی میتونه بگم تهران محوره، یعنی حتی ما به واژگان ناب و اصیل و رایج در نقاط گوناگون کشور خودمون نگاه نمی کنیم. اگر واژه‌ای رو داریم و میتونه استفاده بشه یا حتی در متون خودمون استفاده شده، بیایم و این واژه رو استفاده کنیم. چرا ما باید واژگانی رو بسازیم که اصلا هیچ زیبا نیست و به دل نمیشینه در زبان فارسی؟ چون باید بیایم و یک نوع برخورد بد یا یک واکنش بد نسبت به ایجاد بکنیم با گذاشتن یک واژه ناشایست در زبانمون که یک واژه مناسب و فارسی رو در کشور افغانستان و تاجیکستان برای اون به کار میبرن.
مثال میخوام دکتر بقایی به عنوان مثال، اگر که ما خود شاهنامه فردوسی زبان فارسی داره که همه ما اگر شاهنامه رو بخونیم میفهمیم، یعنی نه واژه هایی بخوایم بگیم اوستایی یا پهلوی یا واژه هایی داره که ممکنه بسیاری از مردم ما با دانشش آگاه نباشن، زبان شناسی ندونن، ریشه ها رو ندونن، نتونن بخونن، و نه واژه هایی داره که مهجور باشن، دور افتاده باشن یا به گوش آشنا نباشن. اگر ما خود شاهنامه رو بگیریم و از توش واژه هایی که امروزه متاسفانه بسیاری از اینو جایگزین شده، بیشتر با عربی و کمتر خب با واژه‌های ترکی یا مغولی یا واژه‌های به اصطلاح انگلیسی یا بالاخره واژه‌ای که داره با فناوری از جاهای دیگه خیلی مخلوط میشه و بی خودی هم داره استفاده میشه، ما خیلی از اینا میتونیم جایگزین کنیم و همه به گوش هم آشناست، هم طبیعیه، یعنی واژه‌هایی است که ما میتونیم توی کوچه و بازار استفاده کنیم و مردم هم اونا رو کاملا میفهمن، متوجه میشن که ما داریم چی میگیم. همینا رو اگه ما بیاریم جایگزین بکنیم، کمک بسیار بزرگی کردیم به پالایش زبان فارسی که همین الان داره استفاده میشه در ایران. درسته؟ کاملا آرتمیس جان، ما یکی از واژگان زیبایی که من خیلی خوشم میومد و از ادبیاتمون گرفته، نام ماشین ملی بودش که ساخته شد در ایران، پیکان. چقدر ما این واژه رو قشنگ انتخاب کردیم و چقدر زیباست وقتی که ما میتونیم چنین واژه‌ای رو بیان و جا بندازیم که بسیار به قول تاجگان میزیبه برای زبانمون. چقدر حیفه که ما بیایم مثلا واژه های دیراشنا یا گوشخراش حتی میتونم بگم برای خیلی واژگان بسازیم. شما نگاه کنید، ما در همین بازی های فوتبال یکی از چیزهایی که جالب بود مقایسه ای بود که بین مجری های تلویزیون ایران و مجری های تلویزیون تاجیکستان کرده بودن. شما نگاه کنید، ما واژه‌ای رو مثلا داریم مثل پاس دادن در و خیلی هم رایج هستش، در حالی که در تاجیکستان این واژه خیلی جالب به نام به شکل پرتافت استفاده میشه، یعنی ما از پرتاب کردن یه واژه رو ساختن مثل پرتافت. یا واژگان مثلا این واژه‌ای که خیلی در واقع تاجیکان رو عصبانی کرده بود که چرا وقتی ما داریم از واژه ما استفاده نمی‌کنیم، واژه چرخبال که معادل بالگر رو برای اون ساختن. وقتی که ما داریم چرخبال رو استفاده می‌کنیم، چه دلیلی داره که یعنی در بین فارسی زبان‌ها داره استفاده میشه، چه دلیلی داره اون واژه رو استفاده نکنیم و باعث نشیم تا چنین واژه‌ای جا بیفته؟ دو تا نام برای یک حالا وسیله هر چی که هست نیازی نیست. وقتی که یک وسیله وارد میشه، ما انقدر وسایل جدید داره هر روز در جهان تولید میشه و وارد میشه به زبانهای مختلف که اگر ما خیلی زرنگیم برای همه این چیزهایی که داره ساخته میشه سریعتر تلاش بکنیم که واژه بسازیم، نه برای چیزهایی که بالاخره یک واژه براش هست. مثلا من یادم میاد که موقعی که این واژه فکس اومدن جایگزین بکنن، نمیدونم شما یادتون هست یا نه، دو تا سه تا واژه اومده بودن برای فکس گذاشته بودن، در هر اداره میرفتی یکی از اینها رو استفاده میکردن. خب در حالی که شما یه دونه برای همین بذارید و برای وسیله بعدی که داره میاد به همون زودی که اون وارد میشه به یک زبان، همون هنگام بسازید براش یک واژه. نمونه ای که ما میتونیم استفاده بکنیم به عنوان اینکه چه اندازه زبان فارسی به خاطر داشتن پسوند و پیشوند در توانایی‌های زیادی داره و واقعا چقدر این زبان نرمش داره و چقدر میتونه خودشو با همه واژه هایی که میتونن وارد این زبان بشن تطبیق بده، واژه دست رو شما ببینید، ما چه اندازه واژه داریم با یک کلمه دست. این واژه دست، فرادست، فرودست، زیردست، بالادست، زبردست، پایین دست، تستاویز، یا دستمایه، یا دستبند، یا دستگیره. شما ببینید با یک واژه دست ما چه اندازه میتونیم یک دامنه گسترده از واژه هایی رو بسازیم که میتونه به جای حتی واژه های عربی که همین اکنون وجود داره برای هر کدوم از اینها، مثلا ما به جایی که بگیم فرض کنید نمیدونم
حقیر، میتونیم بگیم فرومایه مثلا، اینا هست الان در زبان. به جای حداقل ما میتونیم بگیم دست کم. هیچ کار دشواری نیست اگر ما بخوایم همین زبانی که در همین الانی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم تو کوچه و بازار مردم باش گفتگو میکنن و میتونیم چه اندازه بدون حتی واژه های مهمان و واژه های بیگانش، همین واژه هایی که وجود داره رو ما استفاده بکنیم، زبان یک مرتبه یک پالایش خیلی شگفت انگیزی پیدا میکنه، به شرط اینکه تک تک مردم ایران خودشون رو واقعا جز خیشتنکاریشون بدونن که ما بیاییم فارسی گویی کنیم. و یک نکته دیگه هم که من فکر میکنم خانم دکتر بقایی واقعا مهمه که مردم بدونن، ما در قسمت‌های گوناگون ایران واژه‌هایی داریم که میشه گفت فراموش شده است برای اکثر ما، ولی واژه‌هایی است که در هر نقطه از ایران داره استفاده میشه و واژه‌ها بسیار بسیار قدیمی هستند. بعضی از واژه‌ها حتی چند هزار ساله هستند و در به صورت بومی دارن استفاده میشن دیگه، در حالی که اگر یک سازمانی یا یک عده‌ای واقعا این خیشتنکاری رو داشته باشن که بیان برن این واژه ها رو جمع آوری بکنن از قسمت های مختلف ایران، واژه‌ای که همین الان در خیلی از شهرها و شهرستان های ایران داره استفاده میشه که اتفاقا خیلی از اینا داره در افغانستان، تاجیکستان، نمیدونم گرجستان، در خیلی از قسمت هایی که نزدیک هستن هنوز به ایران و هنوز زبان رو دارن تا حدود بسیار زیادی، همینا رو جمع بکنن و نگهبانی بکنن، خودش یک بخش بزرگی از نگهداری زبان فارسی رو انجام دادن. ما اگر که اجازه بدیم میریم یک میان برنامه میبینیم، باز میگردیم، ادامه این جستار رو با شما خواهیم داشت.